خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود. عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شما گرامیان خانواده هفت، هر کجا که هستید شاد و پیروز و سلامت باشید و امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشید و یک بار دیگه منتظر برنامه زنده خدمت ازدواج کلیسای هفت باشید. میدونم که شما یاران و عزیزان وفادار ما که برنامه های ما رو دنبال میکنید این هفته هم حتما منتظر نشستید و امیدوارم که کسانی که ازدواج کردید زن و شوهر با هم این برنامه رو ببینید. بسیار خوب خواهد بود که هر دو در کنار همدیگه با تمرکز، لطفاً اگر در حال تخم شکستن هستید، اگر در حال غذا درست کردن هستید، میخوام همه این کارها رو بذارید کنار. این 30 دقیقه آینده وقتیه که میخوام خیلی متمرکز حواستون رو شیشتونگ به این برنامه بدید. حرفای خوب میخوایم باهاتون بزنیم و اینا چیزهایی که میتونه آینده زندگی همه ماها رو عوض بکنه، پس احتیاج به تمرکز داره و این وقت رو به خودتون بدید. هر کاری دارید بگذارید زمین، بیاید و با تمرکز بذارید این 30 دقیقه رو با هم دیگه وقت داشته باشیم. امشب هم به اتفاق همسر عزیزم سالمه جان شما عزیزان رو خدمت خواهیم کرد. بله، منم سلام میکنم به همه شما عزیزانم، امیدوارم حال همتون خوب باشه، سلامت و سرزنده سرحال خلاصه نشسته باشید و گوش بدید. اما مایا جان، خیلی واسه میگم خب بعدم مایا، من شوهرم اینقدر کار میکنه، اینقدر زحمت میکشه، الانم سر کاره، دلم میخواست باهاش بشینم برنامه رو ببینم ولی نمیتونم، چیکار کنم؟ خیلی راه خوبی میتونی بهشون پیشنهاد بدی که چیکار کنن؟ چند تا کار میتونن بکنن. یکی اینکه این برنامه ها تکرار داره سالمه جان، یعنی چند بار، فکر میکنم 3 یا 4 بار در هر روز برنامه های ما تکرار میشه، تو ساعت های مختلف میتونن برنامه رو ببینن. نکته دوم، میتونن در واقع این برنامه رو ضبط بکنن برای همسرشون و وقتی همسرشون خونه بود بذارن با هم دیگه تماشا بکنن. نکته سوم، میتونن روی فیسبوک ما برن و از روی فیسبوک شبکه هفت که بچه‌ها الان روی صفحه براتون خواهند گذاشت، از اونجا این ویدیوها رو بچه‌های ما زحمت میکشن و براتون روی صفحه شبکه هفت هم میگذارن و یا میتونن به یوتیوب مراجعه بکنن. ما در واقع این برنامه‌ها رو تمامش رو بعد از اینکه به صورت زنده اینجا اجرا میشه، علاوه بر تکراری که در همون روز داره، روی فیسبوک و یوتیوب هم داریم. مضاف بر اینکه خود عزیزان هم میتونن برنامه ها رو ضبط بکنن و به هم دیگه نشون بدن. اما یه چیز دیگه بهتون بگم، اگر شمع ندارید یه شمع روشن کنید بیاید بذارید. مبحث امشب مبحث رمانتیکیه، نیاز به شمع و گل و بلبل و پروانه و شعر و بچه ها تنهایی و بچه ها رو بخوابونین. خلاصه مبحث امشب مبحثی که 2 به 2 با همدیگه باید بشینید حال کنید. خدا رو شکر. اما همطور که طی هفته‌های گذشته در خدمت شما عزیزان بودیم و صحبت کردیم، سالمه جان، ما راجع به ارتباط برقرار کردن هفته هاست داریم صحبت میکنیم. مبحث ارتباط برقرار کردن یکی از اون مباحث اصلی زندگی انسانه که انسان احتیاج داره که بتونه با آدم‌های دیگه رابطه برقرار بکنه و خب نزدیکترین فرد زندگی هر کسی همسرشه و چقدر بیشتر باید روی این قسمت تمرین بکنه هر کسی تا بتونه در واقع رابطه بهتری رو داشته باشه. چون گفتیم طبق کلام خدا و اراده خداوند مرد از پدر مادر خودش جدا میشه و با همسر خودش یک تن میشه و این یک تن شدن یعنی یکی شدن و این یکی شدن نه فقط در بُعد جسم که در روح، در فکر، در زبان و در درک همدیگه است. تمام حوزه های زندگی رو و رابطه رو باید کاور باید پوشش بده و در بر بگیره و توی این قسمت در واقع باید ما یاد بگیریم تکنیک هایی رو که میتونه به ما کمک بکنه که در ارتباط گیری بهتر بتونیم با همسرمون ارتباط بگیریم. چون خصوصیات فکری و روحی و فرهنگی و نگرش هر کسی منحصر به فرده و هر کسی توی یه شرایط خاصی بزرگ میشه. اما وقتی میریم زیر یه سقف با همسرمون، روزی که من و شما با هم ازدواج کردیم و زیر یه سقف رفتیم، دو تا آدم کاملا متفاوت بودیم. در این حالی که همدیگر بسیار دوست داشتیم، اما ما دو تا آدم متفاوت بودیم، درسته؟ دقیقاً. و با هم خیلی تفاوت داشتیم. اصلا دیدگاه‌های مختلف. شما مثلا یه فردی بودی که
خیلی زندگی شب نشینی مثلا نداشتی، مثلا بخوای تا خیلی دیر وقت بیدار بمونی؟ نیازی من نبود. بله، من مثلا یه آدمی بودم که همیشه از زمان نوجوانی زندگی شبانه رو دوست داشتم و دوست داشتم که تا دیر وقت بیدار بمونم، و وقتی به من میگی یک شب، من مثلا یک شب برای من سر شبه. البته میگی شب نشینی نداشتی، ما هم زودتر ساعت 12 نمیخوابیدیم، ما تا شب نشینی مهیار میره تا ساعت 3 و 2 و 3 اون سخته یه مقدار. دیشب من خیلی زود خوابیدم. داری میری بخوابی؟ ساعت 2:30 بود من زود خوابیدم. نه من ساعت 12:30 بود، گفتم مهیار جان من دیگه رفتم بخوابم. 6 صبح بلند شده بودم، 12:30 گفتم مهیار من رفتم بخوابم، گفت الان که خیلی زوده داری میری بخوابی. یه جوری نگاش کردم گفتم نه. خب اینا ببینید، حالا مثلا شاید همینو شما به یکی بگی، الان شاید خیلی از شما اینجوری دارید نگاه میکنید که میگید بعد مهیار چی داره میگه، 12:30 میگه زود با ما 9:30 خوابیم. ما داریم تو همین همکارای خود بچهای شبکه 7 داریم که ساعت 9 شب میگه به من زنگ نزنین چون من خوابم، و قبل از اینکه بچه‌ها در واقع قصه شب گوش کنن برن بخوابن، پدر مادرها خوابن و کاری نداریم، اینا عادت‌هاست. وقتی میریم زیر یه سقف، حالا باید یاد بگیریم که هر کدوم چه روحیه‌ای داریم، و من و شما وقتی رفتیم زیر یه سقف تازه فهمیدیم که چقدر با همدیگه اختلاف نگاه داریم، چقدر اختلاف دید داریم، و چقدر چیزها هست که حالا باید از همدیگه یاد بگیریم که بتونیم تو رابطه‌مون در واقع جلوتر بریم و در جا نزنیم، خدای نکرده پس رفت نکنیم، به استکاک و به اختلاف برخورد نکنیم، بلکه بتونیم یک رابطه پیشرونده، یک رابطه سازنده و یک رابطه که به سمت عمیق‌تر شدن میره رو داشته باشیم. درسته؟ دقیقاً درسته. دقیقاً. اما توی این هفته‌های گذشته راجبه زبان محبت صحبت کردیم. بله. مهیار جان، زبان محبت رو باز کردیم، گفتیم 5 تا زبان داریم به نام زبان محبت که چیا بود؟ زبان محبت رو تعریف کردیم اول و گفتیم که زبان محبت برخلاف اسمش که فکر می‌کنیم شاید به زبان و به حرف، با عمل ما در واقع سنجیده میشه، و زبانی که بیشتر زبان عملیه، و گفتیم دقیقا. شخصیت انسان‌ها چون متفاوته، هر کسی زبان محبت مخصوص به خودش رو داره، و بعد اینو عنوان کردیم که بسیار مهمه که هر فردی زبان محبت همسرش رو بشناسه و بدون همسرش در واقع با چه روشی بیشتر خوشحال میشه. ما توی هفته‌های گذشته کلمات تشویق‌آمیز رو به عنوان اولین آیتم راجع به صحبت کردیم و گفتیم که کلمات تشویق‌آمیز همه رو خوشحال میکنه. برای بعضی ها شاید در صدر لیستشون باشه. یعنی بعضی از افراد هستن که شما وقتی تشویقشون میکنی و مثلا میگی به به عجب سلیقه‌ای، عجب لباس قشنگی، عجب دستبختی داری تو، عجب مثلا این رنگو با این رنگ قشنگ ست کردی، چقدر این حرکتت، مثلا یه چیزی میگی که تشویقش میکنی، اصلا یهو روز طرفو میسازی و دیگه تا شب کیفش کوکه. خیلی‌ها شخصیتشون اینطوریه، و چقدر مهمه که ما بشناسیم ببینیم همسرمون نسبت به چه موضوعی بیشتر واکنش نشون میده و خوشش میاد و روحش لذت میبره، و دقیقاً از همون زبان استفاده بکنیم که عشق و محبت درونیمون رو به همسرمون نشون بدیم. و بعد راجع به خدمت کردن که زبان دوم صحبت کردیم. بله. گفتیم که همه زن و شوهرها دوست دارن که خدمت بشن. درسته. حالا به قول مهیار جان بعضی ها ممکنه که این قسمت یه مقدار قوی تر باشه براشون. مثلا خود من واقعا دوست دارم وقتی مهیار یه دونه چای بر من میریزه میاره، انگار دنیا رو به من داده و این زبان محبت منه. مهیار جان زبان محبت اولیش ممکنه چیز دیگه ای باشه، ولی خدمت کردن هم دوست داره. درسته. درسته. ببینید وقتی میگیم خدمت کردن، در واقع خیلی از کارهایی که شاید همیشه انتظار داریم که به خصوص ما آقایون شاید یه سری انتظارات داریم، حتما چایمو باید همسرم بریزه، غذای منو حتما باید همسرم بکشه، فلان چیزو دوست دارم از دست همسرم بگیرم. همه اینا هم که گفتم شامل حال خودم هم میشه. یعنی اینا که گفتم در واقع خواسته های خودم هم هست. من غذایی که سارم جان برام میکشه بهم یه جوری دیگه میچسبه. سر میزم که نشسته باشم دوست دارم ایشون برام من غذا بکشه تا اینکه خودم بکشم. حالا بعضیا ممکنه بگید عجب مرد لوسیه. خب آره ممکنه حالا من لوسم باشم، ولی اگر این لوس بودن برای بهتر شدن و محکمتر شدن یه رابطه زناشویی کمک میکنه، تشویق میکنم همگی لوس بازی در بیارید. اگر چیزی کمک میکنه که زندگی زناشویی ما پیشتر بره، بهتر بشه و عمیق‌تر بشه، سالم جان چه بهتر که همه لوس شیم. و حالا به همون اندازه که من دوست دارم خدمت بشم،
باید اینو در نظر بگیرم که شاید همسر من هم همین رو بخواد. درست. و مثلا من بچه‌هامو تشویق کردم که بچه ها شنبه ها مامانتون نباید غذا درست بکنه. حتی هنوز پیش نیامده. حداقل حرفشو زدیم 50% راهو رفتیم و به بچه‌ها گفتیم آقا صبح شنبه صبحونه رو باید من و شماها باید برای مادرتون آماده بکنیم. خونه رو ما باید مرتب بکنیم. غذا رو ما باید درست بکنیم و مادرتون که یک هفته هم سر کار میره، هم به بچه‌ها باید برسه، هم خونه باید مسئولیت خونه رو داره و خلاصه اساسی مشغوله و گرفتار کارهای زندگی روزمره است، ما باید بهش یه سرویسی رو ارائه بدیم، یه خدمتی بهش بکنیم که خوشحالش بکنیم. این زبان محبت خیلی است. میگم گاهی وقتا با دادن یه استکان چایی شاید اون اثر رو میذاری و اون خدمتی که ارائه میدی داری در واقع با زبون بی زبونی به همسرت میگی عاشقتم و قدر کارهایی که برای من کردی رو میدونم. دقیقاً همینه. حتی برای خود ما هنوز این مسئله یه دوره‌ای شد، بعد دوباره بینش وقفه افتاد، ولی همون موقع که معیار داشت با بچه‌ها مطرح می‌کرد این موضوع رو، برای من خیلی ارزش داشت. حتی مطرح این موضوع هم برای من خیلی ارزش داشت. می‌دونستم که اون چیزی که تو قلب معیاره داره صحبت می‌کنه مال تمامی وجودش با عشق داره حرف می‌زنه و برای من یه دنیا ارزش داشت. حتی اگر هنوزم پیش نیامده باشه، برای من اون قدمی که مهیار برداشت که بچه‌هاشو آماده کنه که ما باید مادرشون رو خدمت کنیم، برای من دنیا ارزشه و برای من انجام شده است. آردی برای من انجام شده است، میدونم که هست. اما قسمت بعدی خیلی قسمت جالبی بود. هفته پیش خیلی روش کوتاه صحبت کردیم، اما هدیه دادن بود نه؟ بله. خیلی با درد گفتیم. بله. نه هدیه دادن. هدیه دادن یکی از اون قسمت‌هایی که معمولاً خیلی دوست دارن. اما اینو بگم، الزاماً هم همه زوجین اینطور نیست که زبان اولشون باشه. برای بعضی‌ها واقعاً زبان اوله و به غلط برای بعضی‌ها شاید ارزش، و گفتیم راجع به محتوای مالی صحبت کردیم، گفتیم بعضی‌ها اگر هدیه ارزون قیمت باشه به دندون نمیگیرن، دوست ندارن و خوششون نمیاد و حتی بعضی‌ها این رو توهین میدونن، که اینا طرز فکریه که باید عوض شه در ما. چون ما انسان‌ها باید اینو یاد بگیریم که به موضوعات مختلف وقتی نگاه میکنیم همیشه دل پشت اون کار رو باید ببینیم. ممکنه واقعا یه نفر از نظر موقعیت مالی در شرایطی نباشه که بتونه هدیه گرون قیمت برای همسرش بخره. گفتیم حتی من مثال زدم، گفتم شاید یه شاخه گل از کنار خیابون حتی چیده، از تو باغچه خونه‌شون چیده، یعنی حتی پولی هم برای شاید نداده باشه، ولی همینقدر که داره نشون میده که به یادتم، به فکرتم و با این گل دارم عشقم رو به تو ابراز میکنم، باید این رو قدرش رو دونست. و خیلی از به خصوص خانم ها هدیه گرفتن رو خیلی دوست دارن. و آقایون یادمون باشه که الزاماً با هدایای گرون قیمت، سرویس جواهر و طلا و اینا نباید باشه. این خود شما هستید که به همسرانتون از ابتدای زندگی این تعلیم رو میدید، این آموزش رو میدید، این تربیت زندگی رو میدید. یادمون باشه که زن و شوهر برای خودشون همدیگر رو تربیت میکنن. این یک کلیده تو زندگی زن و شوهری. زن و شوهری که میرن زیر سقف، مرد زن رو برای اون زندگی تربیت میکنه و زن مردش رو برای اون زندگی تربیت میکنه. یه چیز کاملا متقابل و دو طرفه هم هست. این سوء تفاهم پیش نیاد که آقایونن که فقط باید این کارو بکنن. نه، کاملا دو طرفه است و به هم یاد میدیم از همدیگه چه توقعاتی داریم که باید بجا و درست باشه. به همدیگه آموزش میدیم که چطور تو زندگی دست به دست هم بدیم بتونیم کمک بکنیم که این عشقمون هر روز بیشتر ریشه بدونه و تو جاهای سختی که زندگیمون میره و تو کوره های زندگی وقتی فرو میریم اجازه ندیم که هیچ چیزی زندگی ما رو و پایه های زندگی ما رو بتونه متزلزل کنه. یه چیزی خیلی معیار مهمه، من میخوام حالا با خانوما صحبت بکنم. تو این قسمت بیشتر رو خانومای مسئله رو دیدم. راستش رو بگم کلیسای هفت یکی از اهدافی که خدا بهش داده اینه که جاهایی که فرهنگ ما در ایران غلطه باید عوض بشه. ما هم امرو در وسیع نداریم، خیلی جاها ما اشتباه داریم میکنیم و فرهنگ ما اشتباهه. حتی شاید فرهنگمون اشتباه نباشه، ولی ما به غلط داریم میریم جلو. بلفظ یادم نمیره، ما دانشجو بودیم، تازه عقد کرده بودیم با هم دیگه و توی جمعی بودم، من خانوما نشسته بودن دور هم
به یه دلیلی حالا نمیدونم عید بود، حالا کی بود نمیدونم، روز زن بود چی بود نمیدونم، ولی هدیه گرفته بودن از شوهراشون. میخوام دقت کنید خانم، واقعا روی این قسمت میخوام با همه وجودتون بگیرید امشب که خدا برنامه دیگه برای ماها داره. صحبت میکردن هر کدوم داشتن طلا جواهراتی که شوهرشون بهشون هدیه داده بود و میآوردن نشون میدادن. آره برای من اینا گه. حالا با اون حالتهای زنونهی که من و شما خودمون رو خوب میشناسیم، حالت صورت، حالت چشما، حالت چشب رو نمیدونم، حالا میدونیم دیگه، ما خودمون میدونیم وقتی برای هم دیگه میخوایم یه مقدار بالای منبر بریم یا از بالا به هم نگاه کنیم یا یه جوری بگم پوز بدیم با همون حالت ها. این برای من اینو خریده، اون گفت اون برای من اینو خریده. با یه حالت برگشت به من گفتن که سالم مهیار برای تو چی خریده؟ حالا منم سال اول ازدواجمونه، تازه عقد کردیم، شادوماد برای من قرار بوده عیدی بخره، من یه گوشواره برای من خریده بود، هنوز که هنوز از تو گوش من بیرون نمیاد مگر اینکه بخوام ستم عوض کنم. یعنی یه گوشواره بسیار ساده، ظریف، با عشق نشون رفتم اینو برای من خرید. با یه پوزخندی گفت شادوماد اینو خریده؟ گفتم عشق برای من اینو خریده. و هنوز که هنوزه من یادم نمیره زمانی که تو اتاق عمل میرفتم اون گوشواره رو از گوشم در میآوردم. یه چیزی میخوام بگم، مهم نباشه که شوهرای ما الان چقدر پول دادن، مهم یه چیزه، چقدر عشق دادن، این مهمه. یادتون باشه ما قرار نور و نمک باشیم توی دنیا، قرار نیست که خانومای دیگه بشینن برای من و شوهر، برای شما و شوهرتون تصمیم بگیرن که شوهرتون برای شما چی بخره یا چرا اینا نخریده. تو رو دوست نداره که اینا نخریده؟ چون این صحبت ها پیش میاد بین خانوما. تو رو اینقدر دوست داره؟ یعنی ما ارزش تو اینقدر، دقیقاً عشقی که شوهر ما به ما میده روی اون مقدار مالی هدیه‌ای که خریدار شده شما رو وزن میکنن عشقتونو. نذارید باهاتون این کارو بکنن. بشکنیم کلیسای هفت، خانواده هفت باید این فرهنگو بشکنه. وقتی که شما میگی این مقدار عشق شوهر من انقدر از تمام این طلا جواهر بیشتره، شما داری یه فرهنگ یا به اون خانومایی که دورت نشستن داری ارائه میدی که من اینو دوست ندارم. و خوبه که این رابطه برات مهم باشه تا میزان ارزش قیمتی این هدیه. دقیقاً نکته بسیار خوبی رو شما اشاره کردی سالم جان، و باید یادمون باشه که خیلی وقتا شاید مردم در دنیا میخوان یه چیزایی رو به زور به خورد ما بدن، در این حالی که هیچ وقت سعی نمی کنیم با کسی سر جنگ داشته باشیم، ولی قرارم نیست که هر چیزی که دنیا میخواد به خورد ما بده ما بپذیریم. ما میتونیم در محبت و در احترام، اما در راستی و در صداقت با اقتدار آسمانی میتونیم از عشق پاک زناشوییمون دفاع بکنیم و اعلام بکنیم. مهم دل و انگیزه و عشقی که پشت این هدیه است، اون برای من مهمه. این برای من از 100 تا ویلا و مرسدس بنز و جواهر و الماس و برلیان ارزشش بالاتره. کمان که اون گوشواره‌ای که من اون موقع یادم میاد خریدم 10000 تومان برای سالم جان، و من دانشجو بودم، همون 10000 تومان خیلی برای من فشار مالی بود، یه چیزی حدود 20 سال پیش. و حالا وقتی ایشون میگه ساده، خیلی هم ساده نبود، گوشواره طلای 10000 تومانی اون موقع خیلی هم ارزون نبود، ولی در مقابل اتومبیلی که مثلا یکی از اون عزیزان هدیه گرفته بود یا سرویس طلایی که مثلا اون یکی خانم هدیه گرفته بود مثلا 1,000,000 تومان، خب معلومه هدیه 10000 تومانی من درست مثل یه دونه اسمارتیز بود مثلا اون وسط ها. خب میخوام اینو براتون بگم، برخوردی که سالم جان کرد برای من یه پایه‌گذاری بود از همون زمان، و آنچنان ارزشی رو به رابطه عاشقانه ما بخشید با این حرکتش و با این برخوردش که اثری رو گذاشت که امروز من بعد از 20 سال زندگی زناشویی هر جا میشینم راجع به این موضوع صحبت میکنم، و امروز ما داریم توی یک برنامه تلویزیونی زنده درس ازدواج داریم این خاطره زندگیمون رو به شما میگیم. ببین چقدر اثر عمیقی داشته که من حتی ازش درس درست کردم و به بچه های خودم این درس رو دارم میدم. من به دختر خودم این درس رو دادم. ببین چقدر میتونه یه حرکت درست ما چقدر میتونه اثرات حتی رو نسل های بعدی ما داشته باشه.
وقتی دقت بکنیم خیلی وقتا بعضی عکس العمل های ما، بعضی از حرف های ما وقتی غلط باشه میتونه اثر مخربی داشته باشه که شاید به این زودی ها نتونیم درستش بکنیم، و برعکسش هم صادقه. خیلی وقتا یه تصمیم و عکس العمل درست ما میتونه زندگی ها رو عوض بکنه. و تو ازدواج بسیار مهمه که تو رابطه با همسرمون چطوری میتونیم با همدیگه ارتباط بگیریم و اون زبان عشق و محبت همدیگر بشناسیم و به هم خوراکی رو بدیم که نیاز روح ماست و آتشی که در واقع داره برای به سمت همسر، این آتش وجود داره که ببینه همسرش چی میگه، همسرش چی فکر میکنه. مهم نیست مردم دنیا چی میگن و چی فکر میکنن. راحت بگم عزیزم، ما نمیتونیم همه آدمای دنیا رو خوشحال کنیم. دلیلم نداره من میخوام همینو بگم در ادامه همون شهادت که دارم میدم. خیلی از خانمایی که توی اونجا هم بودن و اون سرویس رو گرفتن الان جدا شدن. میخوام اینو بهتون بگم زندگیاشون به خاطر همون مسائل مالی و به خاطر همون انگیزه های غلطشون دقیقاً، مرسی، به خاطر انگیزه های غلطشون الان با شوهرشون نیستن. ولی ما نشستیم چرا داریم راجبش صحبت میکنیم؟ بله. این اینقدر میتونه تو زندگی مهم باشه و اینقدر میتونه شما رو دیگران اثر بذاری. مهم اینه که یه چیزی که ما اینجا هدفمون اینه که نه تنها خودمون زندگیمون عوض بشه، باید اثرگذار باشیم. خانومایی که عضو کلیسای هفتن و میگن ما داریم درس میگیریم، خواهر سالما، ما هر روز میشینیم راجب چیزایی که شما صحبت میکنید حتی مطلب مینویسیم. یه جایی عمل شما باید دیگران رو عوض کنه، خودتون عوض بشید و دیگران رو عوض کنید. فرهنگ ایران، فرهنگ اشتباهش اینجوری عوض میشه. ما همیشه شعار میدیم، میگیم ایران باید عوض بشه، ما باید اینجوری کنیم، مشتامون رو بالا میبریم، حکومت اینجوری. نه، فرهنگ اشتباه از من و شما شروع میشه. جاهایی که غلطه، دقیقاً بله. اونجایی که میدونیم باید درست بشه و ازش داریم زجر میکشیم. بله. چون واقعا خیلی از آقایون زجر میکشن معیار جان از این مسئله. بله. خیلی از خانوما هم تا، ولی آقایون بیشتر توی قسمت درسته. هدیه دادن بیشتر آقایون اذیت میشن. ما خانوما میتونیم عوض کنیم. نه، به طور کلی باید اینو یادمون باشه که ما مسیحی‌ها خوانده شدیم که بر دنیا اثرگذار باشیم. کلام خدا میگه شما نور و نمک این جهان هستید. کار نور اینه که عزیزان تاریکی رو از بین میبره، سیاهی رو و تباهی رو از بین میبره، و کار نمک گندزدایی و از فساد جلوگیری میکنه. پس هر جایی که فساد و تاریکی هست، من و شمای مسیحی، من و شمایی که شاگرد مسیح هستیم و باورمند به عیسی مسیح و به زندگی مسیحی هستیم، باید عملکردمون، تصمیممون، زندگیمون نه فقط برای خودمون بلکه باید رو دیگران هم اثرگذار باشه. اول باید زندگی شما عوض بشه، زندگی من عوض بشه، که بعد من بتونم عامل تبدیل برای زندگی دیگران باشم. پس این از خود ما شروع میشه، از طرز فکر ما، از فرهنگ ما، از نگاه ما به ازدواج. اینکه من در ازدواج چه خواسته هایی دارم، اینکه ارزش های من در ازدواج چیه، اینکه من با همسرم تو مواقع مختلف همیشه خوشخوشان نیست، همیشه همه چیز هللویا و به 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 و کنان و چه چه کنان نیست. خیلی جاها تو زندگی حتی یه وقتایی ناخواسته ما به یه مشکلات و موانعی میرسیم که سخت. زندگی کوره های مخصوص به خودش رو داره، و اگر پایه ها رو محکم نساخته باشیم، اگر بلد نباشیم عشق و محبت رو در جایی که لازمه به هم بدیم، تو جایی که احتیاج داریم از اون ذخیره عشقی تو سختی ازش استفاده بکنیم، اگر ذخیره وجود نداشته باشه، اون موقع پایه های زندگی متزلزل خواهد شد. پس باید دائما به این مخزن و به این انبار عشقی باید اضافه بکنیم، و این ذخیره رو هر روز باید افزایشش بدیم که وقتی به سختی میخوره از اون منبع بتونیم استفاده بکنیم. بدن ما چربی هایی رو در قسمت های مختلف ذخیره میکنه، در مواقعی که بهش غذا نمیرسه، در مواقعی که احتیاج داره از اون بافت ذخیره استفاده میکنه. عشق دو انسان باید ذخیره عشقی داشته باشه سالم جان، که بتونه در مواقع لازم از اون ذخیره عشقی تغذیه بکنه. پس به این نتیجه میرسیم شناخت زبان محبت همدیگه بسیار مهمه، و اینکه بدونیم همسر ما رو چه چیزی خوشحال میکنه و بهش بتونیم با تمام وجودمون، نه فیلم بازی بکنیم، نه اینکه بخوایم یه کاری کرده باشیم که حالا دهن همسرمون رو ببندیم، اصلا این نیست، بلکه اون چیزی که از درون دل من داره میجوشه، اون چیزی که باید تو فکر و قلب من این باشه که چطوری میتونم باعث خوشحالی همسرم بشم. و وقتی خوشحالی همسرم رو میبینم، تست اینجاست،
آقایون و خانمای عزیز، خواهر و برادرای گل من، تست اینجاست. وقتی همسرت خوشحال میشه، آیا با تمام وجودت و از درونت احساس میکنی که حالا تو هم شاد شدی؟ کلید اینجاست. چون اگر مرد و زن یکی شدن و با هم یکی هستن، شادی همسر شادی طرف مقابله و غم او غم طرف مقابله. یعنی امروز خوشحالی من خوشحالی سالم جانه و خوشحالی سالم جان خوشحالی من. امروز وقتی من درد میکشم و کمر درد دارم، زمانی که من عشق میریختم داشتن با آمبولانس منو میبردن بیمارستان، سالم جان پا به پای من داشت عشق میریخت، چون با دردهای من داشت درد میکشید. میدونی چه اتفاقی همون موقع داشت میافتاد؟ من تو اوج درد و زیر آمپول و با اون وضعیت و تو برانکارد داشت به ذخیره عشقی زندگی من اضافه میشد، چون میدیدم که همسرم پا به پای من تمام وجودش داره برای من پر میکشه. و اینا نقاطیه که زندگی تست میشه سالم جان. اینا جاهاییه که زندگی وقتی میره تو کوره های مختلف، از محصولی که ازش میاد بیرون باعث میشه که پایه های این زندگی و اون ستون های اون زندگی سفتر بشه. اگر به ستونهای زندگیمون توجه نکنیم، اگر امروز با بیتوجهی به شرایطی که تو زندگی ماست ازش رد بشیم، فردا باد و طوفانی خواهد اومد که به راحتی ممکنه زندگی ما رو فرو بریزه. زندگی زناشویی ما یک هدیه آسمانی عزیزان. زندگی زناشویی ما یک در واقع مسیر و سرنوشته که بعد از نجات ما در عیسی مسیح مهمترین اتفاق زندگی ماست. و اگر بهش توجه نکنیم، اگر براش برنامه‌ریزی نکنیم، اگر براش دل نذاریم، اگر بی تفاوت از کنارش رد بشیم، اگر اولویت هامون رو و ترتیب اولویت هامون رو درست نچینیم، اون موقع دودش مستقیم تو چشم خود ما خواهد رفت و اون موقع ما متضرر خواهیم شد و یه روزی خواهد رسید که اون وقت خواهیم گفت ای وای، کاش که اون موقعی که زمانش بود و فرصت داشتم خیلی چیزها رو درست انجام میدادم. دقیقا. اما به قسمت رمانتیکش ما یار نرسیدیم. خیلی روح القدس یه جوری ما رو هدایت کرد. دقیقاً شما گفتی رمانتیک. حالا بذار برای هفته آینده بگیم که قسمت رمانتیک چیه. شمو بذارید بچه‌ها هم بخوابونید. به امید خدا اگر زنده باشیم، مسیح بخواد، هستیم در خدمت شما برای قسمت وقت گذاشتن، نوازش کردن، در آغوش کشیدن. بچه ها دفعه دیگه صندلی من مهیار جان کنار هم بذارید، قسمت در آغوش کشیدنش من هستم. آقا جان باید نزدیک هم باشیم چون مهیار هم نمیتونه بلند شه، باید قسمت در آغوش کشیدن باید عملی داشتون اما هفته آینده به امید خدا راجع به وقت گذاشتن، در آغوش کشیدن میخواییم هم صحبت کنیم، نوازش کردن. پس شما بذارید خلاصه رمانتیک نرسیدید، ولی میدونم که روح القدس امروز میخواست خیلی صحبت کنه. دقیقاً من احساسم اینه که راستشو بخواید، همونطور که سالم جان گفت، ما یه مرور کردیم روی صحبتایی که هفته پیش کردیم، ولی روح خدا هدایت کرد و راجع به چیزایی صحبت کردیم که حسم بهم میگفت که باید اینا گفته بشه و بسیار دقیقا. خوشحالم میتونیم هفته آینده راجع به زبان در واقع در آغوش کشیدن و نوازش کردن صحبت بکنیم. اما بسیار خوشحالم از اینکه این اتفاق مبارک افتاد و امروز راجع به نکاتی صحبت کردیم که پایه‌های زندگی زناشویی برمیگشت. اما همه شما عزیزانم رو تا هفته آینده به خدای بزرگ و منان میسپارم. دعا میکنم که هفته پر از برکت، شادی، سلامتی داشته باشید، تجربه های عالی عاشقانه و باشه که شهادت های نیکوی شما رو بشنویم. نقطه نظرات خودتون از طریق فیسبوک، ایمیل و تلفن با ما در میون بگذارید. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.